ما اکتشافات خارج از سیاره من را مدیون کنجکاوی انسان‌هایی هستیم که نمی‌توانستند بی اهمیت باشند. انسان‌هایی که جسورانه با ذهنشان به دوردست‌های عالم سفر و ابزار کشف آنها را در زمین مهیا کردند. امروز می‌خواهیم داستان انسانی را بگوییم که دانشمند نبود، اما راهی را به آنها نشان داد که تا امروز ادامه دارد. با ما همراه باشید. زمین اولین خط از نشان کیهانی ماست. ما روی زمین زندگی می‌کنیم. تنها خانه‌ای که تاکنون در کرانه‌های دوردست جهان شناختیم. و بعد از اون منظومه شمسی، کهکشان راه شیری، گروه محلی، ابرخوشک سنبله و عالمی که میشناسیم، شبکه‌ای از صدها میلیارد کهکشان. این آخرین خط از نشانه کیهانی ماست. فعلا بسیاری از ما مرددیم که همه ستاره ها، کهکشان ها و همه اون چیزایی که قادر به دیدنشون هستیم فقط حباب کوچیکی در اقیانوس بی انتهایی از عالم های دیگه باشن. یک چند کیهانی، دنیاهایی بی پایان. کمی احساس کوچیکی میکنی؟ در این مقیاس از عالم ما واقعا کوچیک هستیم. ما شاید موجود کوچیکی باشیم که روی یه ذره غبار زندگی میکنه که در عظمت بی پایان غوطه وره، اما ما کوچیک فکر نمی کنیم. این چشمانداز کیهانی نسبتا تازه است. در حدود 4 قرن پیش دنیای کوچیک ما از بقیه عالم غافل بود. تلسکوپی وجود نداشت. عالم همه اون چیزی بود که میتونستید با چشم غیر مسلح ببینید. در سال 1599 مردم جهان فکر میکردند که کره زمین بی حرکت و پایداره و تمام اجرام مثل خورشید، ماه و سیاره ها به دور ما در حال چرخشند. تا اینکه یه ستاره شناس لهستانی به نام کوپرنیک طرحی ارائه داد مبنی بر اینکه زمین مرکز عالم نیست، بلکه فقط مثل سیاره های دیگه به دور خورشید میگرده. بسیاری از افراد نظیر مارتین لوتر این ایده رو به عنوان بی حرمتی برداشت کرده. اونا وحشت زده بودن، اما کسی فکر میکرد کوپرنیک به اندازه کافی جلو نرفته. نام او جوردانو برونو بود. برونو مشتاق بود تا از جهان تنگ و کوچیکش پا بیرون بذاره. اون تو شهر آدم ناجوری به شما میرفت. در اون دوره اندیشیدن جایی در ایتالیا نداشت، اما برونو تشنه دونستن بود. اون جسورانه کتابایی رو میخوند که ممنوع اعلام شده بودن. یک مرد اهل روم باستان که 1500 سال قبل درگذشته بود با اون از جهانی بسیار پهناورتر زندگی کرد، جهانی بی مرز و بی پایان. اون از خواننده هاش میخواست تصور کنن که بر لبه جهان ایستادن و تیر رو به بیرون اون پرتاب میکنن. اگر تیر به طور دائم حرکت کنه تا ورای اون چه شما فکر میکردید که مرز جهانه ادامه داره، اما اگر تیر مثلا به یه دیوار برخورد کنه، پس اون دیوار باید لبه و مرز جهان باشه. حال اگر شما بر روی اون دیوار بیستید و تیر دیگه ای رو پرتاب کنید، دوباره تنها همون دو امکان پیش میاد: یا برای همیشه به پرواز درون فضا ادامه میده، یا به مرزی برخورد میکنه، جایی که میتونید درون بیستید و تیر دیگه ای پرتاب کنید. در هر صورت جهان بی مرز و بی انتهاست، پس عالم باید نامتناهی باشد. برای برونو این ایده کاملا با عقل جور در می آمد و این نشان می داد خداوند نامتناهی است. برونو را از کلیسا اخراج کردند. این آخرین شغل پایداری بود که در طول زندگیش داشت. چند سال بعد زمانی که 30 ساله بود رویایی دید که ایمانش را قوی تر کرد. در این رویا خودشو درون دنیایی میدید که با گنبدی از ستاره ها محدود شده بود. این عالم زمان برونو بود. اون پرده رو کنار زد و وارد جهانی بزرگ شد. من با اطمینان به سوی فضا بال گشودم و به سوی بی نهایت پرواز کردم. با آنچه که دیگران از دیدنش ناتوان بودند را پشت سر گذاشتم. اینجا نه بالایی هست نه پایی،
نه لبه ای و نه مرکزی. من خورشید را دیدم که تنها ستاره ای مثل ستاره های دیگر بود و ستاره هایی که خورشید های دیگری بودند و هر کدام از آنها را زمین دیگری همراهی می کرد. برونو وظیفه خودش می دونست که این ماجرا را برای مردم سراسر اروپا تعریف کنه. اون تصور می کرد بقیه ی عاشقان خداوند به طور طبیعی از این چشم‌انداز عظیم و با شکوه آفرینش استقبال می کنند. بعد از گفتن ایده هاش اون از سوی کلیسای کاتولیک در وطنش مرتد اعلام شد. کارونیس ها در سوئیس اونا طرد کردند و لوتری ها در آلمان. برونو دعوتی مبنی بر تدریس در آکسفورد در انگلستان رو پذیرفت. اون فکر می کرد بالاخره فرصتی دست داده تا ایده هاشو با مخاطبانی از صنف و رده خودش در میون بذاره. اما اونا بعد شنیدن ایده ها با تمسخر و بی‌حرمتی اونو بیرون کردند. جوردان و برونو در زمانی زندگی می کرد که بیان عقایدی که با باورهای سنتی مغایرت داشت می تونست شما رو به گرفتاری بزرگی دچار کنه. در سال 1591 شخصی به اون نامه نوشت و ازش دعوت کرد به ایتالیا سفر کنه و معلم اون بشه. برونو در اثر اشتیاقی که برای دیدار وطن داشت بار سفر بست و به ونیز رفت. کلیسای کاتولیک روم مجموعی از دادگاه ها رو برپا کرده بود که به تفتیش عقاید معروف بودند و هدف اصلی اونا بازجویی و شکنجه هر کسی بود که نظری رو بیان کنه که با دیدگاه اونا متفاوته. برونو در چنگال عقاید کلیسا گرفتار شد. 8 سال تمام و در سلول زندان سپری کرد و طی بازجویی های بیرحمانه سرسختانه پای عقایدش ایستاد. اونا از کنجکاوی برونو می ترسیدند. در دادگاه برونو از عقاید خودش کوتاه نگومد. پس برای مجازات اونا در مرکز شهر به آتش کشیدند. ده سال بعد از مرگ برونو، گالیله برای اولین بار به آسمان نگاه کرد و متوجه شد که حق با برونو بوده. برونو دانشمند نبود. هیچ مدرکی نداشت. مانند بسیاری از حدس‌ها ممکن بود این ایده هم اشتباه باشه. اما به محض اینکه ایده ای مطرح میشه به دیگران هدفی را برای ادامه راه میده. حتما نباید دانشمند باشیم تا بتوانیم به چیزهای بزرگ فکر کنیم. ما این محبت رو داریم که بتوانیم وسیع فکر کنیم و کنجکاو باشیم.